بچه سلام، من برگشتم با یه ویدیو دیگه. چطورین؟ امروز اومدم یه ویدیوی هالووینی براتون درست کنم که این ویدیو دوتا قسمت داره. قسمت اولش الان تو استودیوه که میخوام صورتمو درست کنم و اینا، بعدش میریم تو حیات. چی بگم بقیه یه داستان رو توی حیات با همدیگه سرهم میکنی. خیلی چیز بامزه‌ایه. من اینو دیدم یه بچه کرده بود توی اکسپلورم، اومده بود توی اینستاگرام، بعد گفتم حالا یه قلی بهش بدم و یه ذره مثلا ترسناکترش کنم، بزرگسالانه ترش کنم و به شما نشون بدم، به خاطر اینکه به نظرم خیلی ایده باحالیه برای هالووین. حالا البته باید ببینیم چی عذاب در میاد. ایدهش اینه که یک آدمیه که سرش از بدنش جدا شده، بعد خودش سرش رو گذاشته مثلا توی بشقابی سینی چیزی اینطوری، دستش هم گرفته زیرش. وای ننه. اولین کاری که باید بکنم اینه که یه کرم پودر خیلی روشن بزنم. حالا اگر شما کرم پودر خیلی روشن نداری، میتونی از کانسیلر استفاده کنی یا حتی از یه پودر خیلی روشن، سایه کرم روشن، حالا هر چیزی که دم دستتونه. بعد یه دونه سایه مثلا نمیدونم بنفش با قهوه‌ای قاطی، خیلی مهم نیست، یعنی بالاخره الله هر کی وقتی میمیره یه شکلی میشه. خیلی نمیخواد مته بخش خوش بذارین. اینو خیلی حالت مثلا کر و کثیف میزنم دور چشمم. کلا اینجور آرایش ها خوبیشون اینه که اصلا مهم نیست که چی کار کنی، هرچی کر کثیف‌تر باشه بهتره. حالا اینو همینجوری که این حالت چیزی داره، یه ذره با یه سایه‌ای که یه خورده زردتره می‌بینی مثلا این روش باز می‌زنم که این خیلی حالت قرمزی نداشته باشه. برای اینکه یه خورده مثلا صورتم خسته تر و اینجور لاغرتر بشه، از یه پودر کانتور رنگ سرد، هرچی سردتر باشه بهتر. خوده اینجوری اینجا همو کانتور میکنم چون که لاغر بشه. خب حالا دوباره با همین براشی که برداشتم، یه ذره از همون سایه زرده که روشن بود، اینم باز خیلی چیزی میزنم به تقریبا همه جا که یه ذره پوستم از این حالت سفیدی در اون زردی رو بهش بده. رنگه این کانسیلر مورفیه، چه بوی الکلی میده. فکر کنی بزنی زیر چشت. خب اتفاقی که میافته اینو دیگه تو فیلم ها دیدم، مثلا لبا انگار خشک بشه، مثلا یه حال اونجوری میشه. حالا لبای من الان اونقدر مثلا خشک و پوس نیست، ولی میتونم اداشو در بیارم. یه دونه سایه کرم از این سایه مدادی های لورا مرسی است، رنگ پلام اسم این رنگ، مثلا بادم جونیه، میبینی؟ مثلا این رنگشه. اینو میتونم یکم خط خط روی لبم باش بدم. حالا با خط لبم میتونیم بکنیم اگه خط لب تیره دارین، یا حتی خط چشم، میتونه هر چیزی باشه. و یکم هم روی صورتم یه سری رگای مثلا اینطوری خیلی موی رگای کوچولو کوچولو میخوام بکشم. فکر کنین دارین مثلا گل میکشین، شاخه گل میکشین با شاخه‌هاش و اینا، اونجوری حالت مثلا موی رگای خیلی کوچولو کوچولو میشه. خب چیز بعدی که به مردن شما کمک میکنه اینه که توی چشمتون رو قرمز کنید. و معمولا این کار خیلی مثلا چشم آدم رو مریض و بیجون نشون میده. خب بعد اینطوری بمالین که یه ذره با این ورونور و بالا و ایناش هم خودش مالیده بشه. خب من یه ذره ابروم هم یه دستی بهشون کشیدم اونجایی که مثلا خالی بود و اینا، و الان دیگه اینو ولش میکنم، به نظرم خوبه، اوکیه. و میریم سراغ خون. شما از این خونا میتونین از این مغازه هالووین، چیزای هالووین فروشی بگیرین. اینو حالا اینو من بعدن باهاش بیشتر کار دارم موقعی که میریم سر لباس، ولی الانم برای اینکه یک ذره باحال بشه با یه نی ازش ور میدارم، چون نمیدونم حس کردم اینجوری راحت تره. اینو بر خودم رو ببینم، نمیشه توی مانیتور.
اینجوری مثلا راه بیفته بعد خودش خوش میشه. خود مواظب باشین جایی نریزه که اوف اف تف افتو تو خونم. این از این. حالا فعلا آرایش خوبه. آخر سر که دیگه حسابی حاضر شده میتونم موقع ببینم مثلا اگه جایش کم زیاده و اینا یه ذره تغییر بدم، ولی فعلا به نظرم تا اینجا خوبه. بریم تو حیاط سراغ لباس. خب میرسیم به قسمت اصلی ماجرا. ببین شما یه دونه از این مانکنا احتیاج دارین، از اینا که نصفن. خب بعد حالا اینی که من سفارش دادم، چون که قرار بود اول من و علی با هم این بشیم امشب، یه دونه توی یه دونه ستی مردونه میمد یه دونه زنونه، دوتا گرفتیم. زنونه هر رو که امتحان کردم، به خاطر اینکه اینو باید بذاری اینجوری پشتت، به خاطر سینه هاش کله من یا باید بره بالاش که خب خیلی پایین قرار میگیره مثلا بی خود میشه، یا اینکه خیلی بد بذارم پایینش. مردونه حالا با اینکه یه ذره بالاخره حالا از نظر سایز شونه و اینا عجیب غریبه، ولی آپشن بهتریه. بعد اینو حالا شما یا میتونین با چسب یه جوری به خودتون وصلش کنین از پشت، یا اینکه این کوله ها رو ما داشتیم خب مطابق خاطر اینکه خیلی عمقش زیاده تش و ذره مثلا لباس و اینا گذاشتیم، این کوله رو من میپوشم. بعد از همکار عزیزم خواهش میکنم که بیاد اینجا به من کمک کنه، اینو میذاریم اینو میذاریم تو کوله. این کوله انگار اصلا برای همین کار ساخته شده، چون این بنداش و اینا همه کاملا به کار ما میاد. یه دونه از کمربنده رب دو شامرامه، از دو این دوتا سوراخ باید رد بشه. خب از زیر اینم بعد از زیر میکردی. اوکی اون دفعه گرفت بده به من. خب این یکی هم بده. خب ببین الان این با این حرکتی که ما زدیم مهندسی واقعا، این باعث میشه که این حسابی از پشت به من بچسبه و اینجوری خیلی هم راحت تره. حالا من میتونم اینو اینجا گره بزنم، یه ذره ناراحته این پشت گرهش میزنم اینجا بزنم. خب این الان جاش خوبه. حالا اینو شماها به نظر من اگر خواستین سفارش بدین از اینا، اگر سیاه‌پوست نیستین سفیدشو بگیرین. من نمیدونم چرا، ها چون این یه روزه دو روزه میومد. اون تیشرت رو بعد بپوشم. چرا اینو قبل از اینکه بکنیمش تو کوله تنش نکردیم؟ نمی مطمئن نبودم باید چیکار کنم. حالا قسمت اصلی ماجرا شما یه لباستون رو برای این کار فنا کنین. حالا اگر دکمه داره میشه، ولی باید خیلی لباس بزرگی باشه. مال من به خاطر اینکه لباسایی که مثلا یعنی لباسام هیچ کدوم نمیشد اونایی که دکمه داشت، مجبور شدم این پیرنو، چون هم بلند بود باشه یه چیزی باشه، چون فرض کن شونه های طرف اینجا قرار میگیره دیگه، حتی اگه یه پیرن تقریبا بلندم باشه باز خیلی میاد بالا. این پیرنه چون که خیلی بلنده و اینجاهاش هم گشاده به درد این کار میخورد. الان من باید از زیر برم تو این. آها بذار قبل این که این کار بکنیم یه کار دیگه باید بکنیم. دور گردنتون رو اندازه بگیرین. 13 اینچ بزن. 13 اینچ اگر قطر دایره چیز دایره باشه، محیط دایره قطرش چقدر باید باشه؟ آخه برای چی قطرشو الان میخوای؟ برای اینکه اینو ببرم. چطوری؟ سلام خوبم. مرسی. تو چطوری؟ قربونت برم. ببین اگر که محیط یه دایره 13 اینچ باشه قطرش چقدره؟ برای پیدا کردن قطر دایره با داشتن محیط از فرمول محیط دایره که C equals pi times D استفاده می کنیم، که در آن C محیط دایره است. اگر محیط 13 اینچ باشه قطر رو با حل این معادله پیدا می کنیم، D equals 4.14 تقسیم پای میره. پس قطر دایره تقریبا 4.11 اینچه. دمت گرم. مرسی قربون. خواهش میکنم هر وقت سوال دیگه ای داشتی بگو.
بگو آره. چاکرم. اختیار دارید. خوشحالم که میتونم کمک کنم. دوستان عزیز، ما اینجا باید یه پرگار دستی درست کنیم. چجوری بود با نخ؟ ببین، بعد از سعی و تلاش های بسیار و آزمون و خطا ما به این نتیجه رسیدیم که اگه بشقاب رو از کنارش سوراخ کنیم بهتره تا وسط. من فکر کرده بودم که دوتا بشقاب رو نیم دایره ازشون ببرم و بذارم دورور گردنم، ولی از پشت یه دونه بشقاب نصفه که جا نمیشه، یعنی اصلا پشتم که جایی نداره، برای همین اینطوری و اینجاشم مثلا بذارین یکم بمونه که مثل قلاب اینطوری پشت گردنم بگیره وایسه. یعنی اینطوری در این مرحله حواستون به صورتتون باشه که اگه حالا آرایش خواستی کردین نماله به لباس. ببین من با اینو الان صافه، قش صاف و صوفه. اجازه باید بیاد پایین. صورتتو داشته باش. چرا اوکیه چون انیویز من کلم میاد بیرون. او به خاطر اینکه راست میگه، ما انکم مردونه. آی آی ای نکش علی. ببین این گردنم شکستین زیر، ولی اون چاقوه رو میخوای بده؟ چاقو بیا دستشو بهت میده. یا عبد فست خب حالا قیچی حالا پنز تازه متولد شده بچه‌مون به روش سزارین همه رو نبوریم. قیچی میخوای؟ ببین آها خب کامل بی بیرون؟ نه نمیشه که اون تا اونده گیره باید بخواه. خب خب شد آفرین. خودت که گردن که چقدر اینجوری یه چیز گشادم روش میاد. دستم اگه از اینجا درارم دستتون رو بری. آخ 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 به چی خورد همین هیچی نیست زیرش. الکی داره فین بازی میکنه. پیا نور رفت بکن. خیلی وحشتناکه. چقدر تو عکس خوبه. حالا میدونم که شما هم دارین همین رو میبینید. چقدر وحشتناکه مثلا وقتی اینجوری میکنی. ببین میدونی دستش رو درست کنی، دستش رو میتونی توش دستکش کنی، یه ذره خونی کنی. بعد بشقابم نباید سفید باشه، بشقابم باید توش خون بریزی. تموم نشده هنوز، شب شد. وای خدا، این دستکشه دهن ما رو صاف کرد. آخر با یه آرتیست بازی به این زیر وصلش کردیم که خدا میدونه. خب نمیشه دیگه علی علیش، این کار نکنیم. به نظر من خیلی کار سختیه این. چیزه چی میگن، اوتفیت سختی، لباس سختیه، توش اصلا آدم راحت نیست. او بعد میدونی چی هم با حال میشه علی؟ تو بیای خب من رو دور نشون بده، بگی what the fuck اینو، بعد اینو بیاری من یکم نزدیکترم، بعد یه دفعه دیگه میاری پایین میاری بالا ببینی هیچی نیست. خب بعد بگی با مثلا توقع زدم what the fuck اینو،
میای در این ریسایکل رو وا میکنی اینو بندازی من اون تو تو کسی؟ نداری میخوام بعدش برم هم تو ریسایکل بری؟ با این سیستم آخه از بالا میشه تو پشتش باشی این رو گاه بکنم پشتش ببین؟ نه میخوام در رو وا کنی آخه فانی میشه انگار که یارو اومده که کله رو انداخته دور رفته خیلی کسافت کاری داره به نظر من نمیدونم اگه بخوای میتونم جبه مرا بزنم خب برو کن یه سر سوه اگه فکر میکنی باحال میشه خیلی خنده است اوکی ولی الان به نظرم پس قبل از اینکه این کارا رو کنی یه بریم اون عکس پشت پنجره رو بگیریم بیا سه دو یک حالا بعد دیگه نباشی بریم تو آشغال دیگه من چه من خودم موافق نبودم زیاد منو بگی برو یا علی خشتک تو بگی میترسی که وای نمیستی تو تا من در رو با کردم در چشو تو با کن من دیگه خوابی ما Thank you.
میتونی از اون دوربین بگیری. چیو؟ همین این قسمت رو داستان. وای عزیزم خسته نبود. چه پروژه‌ای بود؟ پروژه من باید همین شکلی برم تو حموم علی. برو برو من اینا رو جمع میکنم دیگه. یعنی از تو سطر آشغال در اومدم. برو